وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر قبلا نشر کرده پایگاه خبری بامداد درباره یک حادثه آدمکشی در دهه سراتوغ در دره اسکندرکول نویه عینی ولایت سغد را تصدیق کرد. اکبر شریفی سخنگوی ملیس ولایت سغد در گزارش گفت شهروند یعقوبوف ایوب سال تولدش 1967 زاده و ساکن دهه سراتوغ جماعت فوندریای نویه عینی همچون گمانبر در قتل قدای سابقش باعث گرمدست گیر شد. بنا به فرضیه وزارت کارهای داخلی یعقوبوف صبح بر وقت 14 میونی سال 2022 خوشدامن سابق دخترش خالو و روزیه حمیدوونه سال تولدش 1963 ساکن دهه سراتوغ را در خانه استقامتیش با کرد به هلاکت رسانیده است. وزارت کارهای داخلی میگوید یعقوبوف انگام کشتن قدای سابقش با وجود آن که هنوز صبح بر وقت بود در حالت مستی قرار داشت. منابع بامداد قبلا گفته بودند که ایوب خاله روزیه را تقریبا از ساعت 5 تا 6 صبح کشته است. وزارت کارهای داخلی میگوید جدا شدن پسر روزیه خالو از دختر ایوب یعقوبوف باعث خصومت دوامدار بین دو اولاد شد که در نهایت به چنین فرجام خونین آورد. خود ایوب یعقوبوف حادثه را چنین نقل کرد: در ایوان خانش اول سلام کرده سپس با کرد یک بار به شکمش زدم، بعدا دستش را سر دادم، افتاد، من باز به تخت پشتش کرد زدم. ضربه سیوم کرد دیگر در یادم نیست، از همین جا عقب گشتم. اکبر شریفی میگوید جبری دیده برای قاتل نه فقط قدوی سابق بلکه خویشاوند نزدیک، دختر عمک و خواهر همسرش نیز بود. روزیه خولوا بر اساس نتیجه های تشخیص در نتیجه 3 زخم کرد از نوعی قفس سینه، شکم و تخت پشتش در راه به بیمارستان جان باخت. به ایوب یعقوبوف برای آدمکشی تا 25 سال زندان تهدید میکند. وقتهای آخر از تاجیکستان درباره کشتار یا قصد کشتار خویشاوندان نزدیک از جمله قتل همسران از دست شوهران گزارش های زیاد به دست میرسند. اخیرا وزارت کارهای داخلی درباره بازداشت یک ساکن قبلا سود شده نویه 5 خبر داد که روز 7 میونی سال جاری در حالت مستی پدر 78 سالش را زده کشت. همین طور وزارت کارهای داخلی خبر داد که یک ساکن 40 ساله وحدت شب 24 میون همسر 32 سالش را در جریان مناقشه اویلوی با دو ضربه کرد به هلاکت رسانیده است.